کوبیدن بر طبل جنگ در نماز عید فطر. خامنه ای بار دیگر تاکید کرد اسرائیل به خاک ایران حمله کرده و تنبیه می شود. وزیر خارجه اسرائیل گفته ایران بزند ما هم می زنیم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از یک برنامه مدون پشت ترور فرماندهان ارشد نیروی قدس. آیا رهبر جمهوری اسلامی مجبور است در زمین اسرائیل بازی کند؟ واکنش‌ها به حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان. جمهوری اسلامی دست داشتن جیش العدل در حمله به خودروی نیروی انتظامی را تایید کرد. جیش العدل گفته در مخالفت با حکومت این حمله را ترتیب داده. دستیار رئیسی میگوید مدافعان امنیت با تجهیزات ناکافی هدف تروریست‌ها می‌شوند. انتقاد کم سابقه آمریکا از اسرائیل. جو بایدن میگوید رویکرد اسرائیل اشتباه است. با وجود بیشتر شدن انتقادهای بین‌المللی اسرائیل بر حمله به رفح تاکید میکند. کاخ سفید تاکید کرد که موضع واشنگتن در قبال جنگ غزه تغییر نکرده. و پایان خالق نظریه ذره بنیادین عالم. خدا ناباوری که وجود ذره خدا را پیش بینی کرد. در گذشته پیتر هیگز در 94 سالگی. بینندگان ایران اینترنشنال سلام، وقتتون بخیر. گلارهان هستم، به امروز خوش آمدید. درست در شرایطی که انتشار خبرهای پشت پرده باعث شده بود سایه جنگ مستقیم از سر ایران برداشته بشه، علی خامنه ای در نماز عید فطر بار دیگه تاکید کرد که اسرائیل با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق به خاک ایران حمله کرده و تنبیه میشه. تنها ساعتی بعد وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت حمله مستقیم ایران اسرائیل به خاک این کشور حمله میکنه. تنش‌های لفظی که البته احتمال نزاع مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی رو هم بیشتر میکنه. در این حال ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشون میده ترور محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس بخشی از یک برنامه دقیق برای کشوندن پای جمهوری اسلامی به جنگ بوده، به طوری که به نظر میرسه خامنه ای با انتخاب هر گزینه ای تو زمین اسرائیل بازی میکنه. مشتبه پور محسن گزارش میده. رمزگشایی از یک ترور در ساعت 5 عصر. حذف ژنرال بیمار سپاه پاسداران، اولین قطعه از پازل تازه اسرائیل علیه جبهه موسوم به مقاومت، برنامه دقیق تل‌آویو برای ضربه کاری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. چرا خامنه ای مجبور است در زمین اسرائیل بازی کند؟ وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. تازه تا این سخنان خامنه ای درباره واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن 7 فرمانده و عضو نیروی قدس در نماز عید فطر که لبخند بر لب فرمانده هوافضای سپاه نشان. وقتی خامنه ای به اخبار 2 روز گذشته درباره مذاکرات پشت پرده واشنگتن و تل‌آویو با تهران واکنش نشان داد و بار دیگر بر پاسخ به حمله اسرائیل تاکید کرد، اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، سخنان خامنه ای و حتی سکوتش بخشی از یک برنامه پیچیده اسرائیل برای ضربه به جمهوری اسلامی بوده، نقشه‌ای که اجرایش عصر روز 12 فروردین‌ماه آغاز شد، وقتی محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران به عیادت یکی از دوستانش رفت و در جمع عده‌ای از اعضای سپاه فاش کرد که فردا به سوریه خواهد رفت. او ساعتی بعد به مشهد رفت و در آنجا هم به 2 نفر گفت که در راه سوریه است. ام شهیدی که در سوریه به شهادت رسید امروز، دیشب مشرف بود حرم و بعد با یک پرواز مستقیم و طی کردن مسیری 6 ساعته به دمشق رفت تا در جلسه محرمانه‌ای با چند فرمانده دیگر در کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق دیدار کند. محمد رضا زاهدی معروف به ابو مهدی، اگرچه در دوره‌ای فرماندهی نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان را بر عهده داشت، اما بیش از همه به حزب الله نزدیک بود. او تنها عضو غیر لبنانی گروه مشاوران عالی این گروه شبه نظامی بود که در جریان جنگ 33 روزه
در کنار عماد مقنیه و مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی حزب الله جنگیده بود. او اما در سالهای اخیر ارتباطات تاثیرگذاری با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه داشت، همچنان که محبوب خامنه‌ای بود و دوست حسن نصرالله، کسی که در سه دوره مختلف سراغ خامنه‌ای رفت و از او درخواست کرد مأموریت زاهدی را تمدید کند. البته ارادت خاص نصرالله به جیب ابو مهدی بود که به بودجه عمومی ایران وصل بود. سرداری که توانست خامنه‌ای، فرمانده نیروی قدس و سردار جمال الدین آبرومند دستیار قالیباف در مجلس را متقاعد کند که حقوق پرداختی به نیروهای نیابتی را افزایش داد. تا جایی که حالا یک سرباز حزب الله 5 برابر یک سرباز رسمی ایرانی حقوق دریافت می‌کند. او البته از مسیر این نقل و انتقال زندگی جداگانه‌ای در بیروت و دمشق ساخته بود با دو مشروقه مختلف تا قدم در راهی بگذارد که به کشته شدن دوستش عماد مقنیه منجر شد. دوشنبه 13 فروردین ماه او در جلسه‌ای شرکت کرد که اگرچه محرمانه بود اما تنها خواجه حافظ شیرازی از آن خبر نداشت. برای اسرائیل مهم بود که او را در ساختمان کنسولگری هدف قرار دهد، وگرنه حذف او خارج از آن ساختمان هم امکان پذیر بود. سرداری که به دلیل جراحی قلب و دیابت شدید در بستر بیماری بود و در پایان دوره کاریش چندان مسائل امنیتی را رعایت نمی‌کرد، با این حال ترور او که زمانی مسئول حفظ جنگ دورتر از مرزهای ایران بود پیامی روشن داشت و حمله به کنسولگری پیامی واضح‌تر. به گفته یک منبع آگاه، اسرائیل یک بازی دو سرپرد را طراحی کرده، گذاشتن دامی برای جمهوری اسلامی تا جنگ را گسترش داد. در شرایطی که بخشی از افکار عمومی جهان به دلیل ادامه جنگ در غزه و کشتار کودکان و زنان اسرائیل را تحت فشار قرار دادند، حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل ورق را به سود آنها بر می‌گرداند و به اسرائیل اجازه می‌دهد در نقش یک قربانی آزادانه تر به خاک ایران حمله کند. وقتی آمریکا و کشورهای اروپایی بار دیگر تمام قد در کنار اسرائیل قرار گیرند و موانع موجود بر سر کمک‌های مالی برطرف شود، یکیشان کمک 14 میلیارد دلاری آمریکا که فعلا در کنگره به تعویق افتاده. همین حالا وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس و به زبان فارسی مستقیما جمهوری اسلامی را تهدید به حمله متقابل کرد. از طرفی حمله مستقیم ایران به اسرائیل و حمله متقابل تل آویو بر روابط تهران و ریاض تاثیر می‌گذارد، آن هم در سالی که انتخابات آمریکا برگزار می‌شود و احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ زیاد است، متحد عربستان سعودی در مقابل ایران. جدای از این، حمله اسرائیل به ایران با پشتیبانی نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه ایران را ویران خواهد کرد، کشوری که در آن همین حالا به لطف حاکمیت جمهوری اسلامی با پرتاب هر موشک در منطقه ارزش پول ملیش هزاران تومان سقوط می‌کند. اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد. خبث یا خطا و شرارت یا نقشه تمام عیار و یا هر عبارت دیگری، به نظر میرسد برنامه اسرائیل دقیق بوده. اگر سرداران سپاه پاسداران به فرمان خامنه‌ای به اسرائیل حمله کنند، به احتمال زیاد جنگ را به خاک ایران میکشانند و کشور را به دره نابودی هل میدهند. بر اساس پازل طراحی شده، حتی اگر خامنه‌ای تصمیم بگیرد که حمله مستقیم نکند، باز هم برنده اسرائیل است، با پیامی روشن برای همه، حتی برای گروه‌های جبهه موسوم به مقاومت. رهبر خودخوانده مسلمین جهان بخواهد یا نخواهد، مجبور است در زمین اسرائیل بازی کند. تبعات یک ترور پرهزینه به وقت شام. مشتبه پور محسن، لندن. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ماست. آقای علیزاده، خیلی خوش آمدید. فضا به سمت آرام شدن پیش می رفت، اما سخنرانی علی خامنه ای فضا رو تغییر داد. با توجه به حرفای امروزش، چقدر احتمال میدید جمهوری اسلامی مستقیما به خاک اسرائیل حمله کنه؟ نه، من تقریبا احتمالش رو صفر میدونم. یعنی در جبین آقای خامنه ای با این سخنرانی هایی که امروز کرده و چند روز گذشته، اصلا مستفاد نمیشه که الان یک فرمانده نظامی ارشد، همون آقای حاجی زاده که اونجا نشسته بود، یک پیام محکمی رو دریافت کرده باشه. اصلا چنین چیزی احساس نمیشه. نگاه کنید، حرف من بی‌پایه نیست در مورد
این حادثه‌ای که حیثیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار به تعبیر خود خامنه‌ای درست گفته، میگه که حمله کردن به یک مکان دیپلماتیک کشوری در عرف بین‌الملل حمله کردن به خاک اون کشور تلقی میشه. حرف درستیه. خب وقتی که چنین حمله ای رو انجام داده، چنین مقام ارشد و دیگران رو در کنار او اسرائیل حذف فیزیکی کرده، امروز تعبیر خامنه ای چی بود؟ گفتش که اسرائیل تنبیه می شود. خب تو که گفته بودی که خاک حیفا و تل آویو رو یکسان می کنی، از تعبیری که خاک یکسان، یعنی گفته بود اگر تهدیدی متوجه ما بشود خاک حیفا و تل آویو رو یکسان می کنیم. خب این که تهدید متوجه شده است، بعد امروز میگه یک تنبیهی میکنیم. مثلا تنبیهش چی ازش؟ فرض کنید که یک اتوبوس توریستای اسرائیلی رو یه گیر بیارن مثلا حمله بهش کنن، این اقدام برابر نیست. مثل اینکه میمونه کسی بیاد فرض کنید فرزند منو بکشه، من بخوام برم فرزند گربه او رو بکشم، اون اقدام برابر محسوب میشه. به تعبیر دیگه اقدامی بایستی انجام بشه که بتوان بازدارندگی ایجاد بکنه. معنی بازدارندگی این که یا در همین سطح یا بالاتر از این باشه. تنبیهی انجام می شود چیز وقت از همه مهمتر. یه نکته مهم دست بگذارم که واقعا نمیشه گفت جز یاوه‌گویی، و اون این که در چنین روزی که خامنه ای مسئله حیثیتی باش مواجه هست، در روز عید فطر که همه دیگه ماه رمضان تمام شده، داره میاد میگه که در گزارش ها در ماه رمضان برای ما این بود که روز خالی میکردن. خب این گزارشی آخر ماه رمضان و بسی رسیدگی بشه، دولت اسلامی نمیتونه کنار این با این مسئله کنار بیاد. بله. این سخن یاوه نیستش که شما تهدید حیثیتی شدی بعد درباره روز خالی ماه رمضانی که سپری شده داریم این موضع گیری میکنی. یا در سخنرانی قبلیش در مورد حجاب بانوان صحبت کرده بود. من تلقی این هستش که جمهوری اسلامی اولا نه توان حمله برابر به اسرائیل رو داره و نه اراده حمله به اسرائیل رو داره، به دلایل متعددی که توصیف. آقای علیزاده حدوداً یک دقیقه وقت داریم، اما میخوام حتما از شما بپرسم که در گزارش دیدیم گویا برنامه حمله به کنسولگری طوری طراحی شده بوده که در هر شرایط خامنه‌ای مجبور در زمین اسرائیل بازی کنه. چقدر با این صحبت موافقین؟ و اگه حمله کنه، در واقع به نوعی اگه به اسرائیل حمله کنه، به ایران در واقع برای حمله به ایران مجوز میده، اگه هم نزنه نوعی سرشکستگی است بین هوادارانش که همین الان هم انتقادات زیاد به در واقع رهبری وارد هست در مورد عدم واکنشش، آیا راه سومی برای علی خامنه‌ای وجود داره؟ راه سوم به هیچ وجه وجود نداره. طراحی که اسرائیل کرده طراحی دقیقه. یا باید از حیثیتت عبور کنی و بگی که به هر حال یاوه‌گویی کردم و این هوای اسرائیل رو محو می‌کنم اینا، یا باید اقدام عملی انجام بدی. اقدام عملی هم گفتم اقدامات برابر یا بالاتر که بازدارندگی ایجاد بکنه. در توانش که نیست هیچی، و بعد میدونه که اساساً موضوع جنگ غزه رو عوض میکنه. امریکا در همین آقای بایدن الان فشار گذاشته رو آقای نتانیاهو روشتو عوض بکن، نمیدونم از این حرفا، ولی در مسئله بقا و فنای اسرائیل هم امریکا هم اروپا هم اتحادیه اروپا بلکه ناتو همگی پشت سر اسرائیل میسن. این آمریکا نیست، خامنه ای میدونه. بنابراین یک بازی باخت باخته برای جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم بتونه از این سرشکستگی سر در بیاره. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از خاورمیانه، خیلی متشکرم. اما نگرانی‌های امنیتی در سیستان و بلوچستان در حالی ادامه داره که دستیار ابراهیم رئیسی در واکنش به حمله روز چهارشنبه به خودروهای نیروی انتظامی، به تجهیزات ناکافی نیروهای مرزبانی ایران اشاره کرده و نماینده علی خامنه‌ای این حمله رو به بیگانگان نسبت داده. همزمان فرماندهی انتظامی کشور با تروریستی خواندن این حمله حضور گروه جیش العد در اون رو تایید کرده. جیش العد هم گفته برای مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی این حمله رو ترتیب داده و به اون ادامه میده. ساناز قاضی‌زاده و جزئیات بیشتر. صدای ممتد تیراندازی دیگر برای مردمان سیستان و بلوچستان به زنگ خطر آشکار تبدیل شده. هر بار که این صدا می آید، شهروندان می دانند یک درگیری بین نیروهای مرزبانی و امنیتی ایران با گروه های مسلح و شبه نظامیان منطقه رخ داده. در
درگیری با نیروهای مسلح قاچاقچی مواد مخدر و یا گروه‌هایی که خود را مبارز با جمهوری اسلامی می‌خوانند. حاصل آخرین صدای ممتد شلیک گلوله در عصر دیروز خبر از یک درگیری دیگر داد. پلیس در استان سیستان و بلوچستان. رسانه‌های رسمی اعلام کردند در نتیجه حمله به دو خودروی پلیس در حال مأموریت نظامی از محور مواصلاتی سیب به سوران در استان سیستان و بلوچستان، 5 نفر از نیروهای انتظامی در حال گشت زنی کشته و 1 نفر از آنها زخمی شدند. دقایقی بعد گروه شبه نظامی جیش العدل با انتشار تصاویری مسئولیت حمله را پذیرفت. خبری که امروز طبق یک اطلاعیه از سوی مرکز اطلاع رسانی فراجا تایید شد. با اینکه بعد از این حمله معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان این حمله را تروریستی خواند، اما گفت این گروه برای تنها بزرگ کردن خودش معمولا مسئولیت چنین اتفاقاتی را میپذیرد. اما اطلاعیه فراجا نشان میدهد که اکنون جمهوری اسلامی جیش العدل را مسئول این حمله میداند. در آخرین واکنش ها به این حمله، نماینده علی خامنه ای در سیستان و بلوچستان حمله را به بیگانگان مزدوری نسبت داد که خود را حامی مردم منطقه می خوانند. دستیار ابراهیم رئیسی اما به نکته دیگری در این زمینه اشاره کرده. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به تجهیزات ناکافی نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده است. گرچه ایران، آمریکا، نیوزیلند و برخی کشورهای اروپایی جیش العدل را یک گروه تروریستی می‌خوانند و شهروندان ایران معمولاً به عملیات‌های این گروه واکنش منفی نشان می‌دهند و به آن اعتراض می‌کنند، جیش العدل خود را یک گروه مردمی متشکل از شبه نظامیان بلوچ می‌خواند که با جمهوری اسلامی درگیر است. در سالهای اخیر چندین حمله انتحاری و درگیری نظامی بین جیش العدل با نیروهای مرزی و امنیتی سپاه پاسداران در چابهار و در کل استان سیستان و بلوچستان رخ داده. این حمله دومین حمله در یک هفته گذشته بود. این در حالی است که به عقیده کارشناسان تداوم ناامنی در چابهار یکی از بزرگترین چالش‌های امنیتی پیش روی طرح توسعه این بندر و بهره‌گیری از پتانسیل این بندر در کریدور شمال جنوب است. با این حال مردم منطقه سال‌هاست که در شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کنند. چابهار یکی از 2 بندر منطقه است که نه تنها برای پاکستان و ایران بلکه برای اقتصاد جهانی، همینطور چین، هند و کشورهای آسیای میانه اهمیت استراتژیک بسیار مهمی دارد. ساناز قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال. مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین با ماست. آقای نخل‌احمدی، خیلی خوش آمدید. در سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟ چه می‌دونیم از ماهیت و خواستگاه جنبش جیش العدل و احتمالاً نقش پاکستان که بعضی انتقادات رو متوجه پاکستان می‌دونن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، خب جیش العدل یک سابقه ای داره که خب این بسیار طولانی هست، اما نهایتاً آنچه که در چند ماه گذشته جیش العدل در بیانیه‌های خودش اعلام کرده، یکی به هر حال دادخواهی از محرومیت و ظلم و ستمی است که به مردم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان انجام میشه، و یکی دیگرش هم به هر حال در اعتراض به این پروژه مکران هست که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، این که هیچ وقت پتانسیل های استان در جهت به هر حال فقرزدایی یا رفع محرومیت از خود مردم سیستان و بلوچستان استفاده نشده، به هر حال این رو یک پروژه برای تضعیف یا حتی بیشتر محروم کردن مردم دانستن، که البته تاییداتی و همراهی های هم در داخل خود استان در رابطه با این مسئله هست. به هر حال اینکه بسیاری از که متخصصان، کارگران و کسانی که دستن در کار هستند در این پروژه، افراد غیر
غیر بومی هستن، همونطور که ما می‌دونیم در معادن یا صنایع هم ما معمولا از افراد بومی بسیار بسیار کم استفاده می‌شوند. این رو هم به هر حال به عنوان یک پروژه برای تاراج منابع سیستان و بلوچستان می‌دانند. اما خب از یک طرفی هم باید در نظر بگیرین که این گروه‌ها به هر حال در تأمین حالا اقتصادی و نظامی خودش حتما منافع کشورها، دولت‌ها و یا گروه‌های رقیبی رو هم قبول می‌کنن و سیاست‌های اونها رو هم در پیش می‌گیرن. اما مشکل اصلی در واقع همون جمهوری اسلامی هست که در طول چند دهه گذشته تنش ایجاد کرده است در داخل در خارج، بدون اینکه محاسبه کند این تنش‌ها در کجاها می‌تواند به منافع ملی در واقع خسارت وارد کند و اساساً توان این رو دارد که مدیریت بکند این تنش‌ها را یا نه. آقای نخل احمدی، اشاره کردیم به پتانسیل های استان، در گزارش هم به اهمیت چابهار در کریدور شمال جنوب اشاره شد و البته مشکلات امنیتی بسیاری که در اونجا وجود داره. با توجه به اهمیت این منطقه، چرا جمهوری اسلامی قادر به برقراری امنیت در این منطقه نیست؟ ببین خب برحال رقابت های حتی در منطقه بین هند، چین، پاکستان و حتی افغانستان در رابطه با منفعت بردن از این پروژه و از این بندر وجود داره. خب برخی مواقع ما میبینیم خب برحال دست های از خارج کشور واقعا هستند که خب برحال یک سری تمهیدات یا سیاست هایی برای کمرنگ کردن یا تضعیف کشورهای یا دولت های در واقع مقابل انجام میدن. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه مراودات و ارتباطات خودش رو بسیار مشروط کرده، مثلا مسئله تحریم ها هست، مسئله اینکه چین، هند اینها در نزدیک شدن و مشارکت کردن در پروژه هایی که ایران اونها رو تعریف میکنه بسیار محتاط هستن از ترس آمریکا، و به خاطر اینکه خب به هر حال فضای در واقع سیستان و بلوچستان سرشار از نارضایتی هست، سرشار از بر حال اون بغض‌هایی هست که مردم در 14 گذشته داشتن، متاسفانه در واقع گروه‌های مثل جیش العدل میتوانند حتی با عدم برخورد یا با عدم بر حال مقابله از طرف شهروندان بیان چنین اقداماتی انجام دهند. حداقل در دو هفته گذشته 24 نفر از نیروهای انتظامی یا سپاه پاسداران جان خودشون رو از دست دادن و این نشان دهنده است که جمهوری اسلامی تقریبا در تمام سیاست های خودش وارد یک بازی باخ باخ شده. در قسمت قبلی هم شما فرمودین که این مسئله باخ باخ با اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست، در تمام حوزه‌ها به نظر جمهوری اسلامی در تجارت، در امنیت، در برخورد روابط دیپلماتیک این باخ باخ وجود داره و به نظرم تا این وضعیت هست امکان هیچ گونه تصحیح و گشایشی در شرایط ایران وجود نداره. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، ممنونم. اما بعد از 6 ماه جنگ در غزه، فشار کشورهای حامی اسرائیل بر مقام‌های این کشور بیشتر شده. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با انتقاد از نخست وزیر اسرائیل گفته رویکرد او اشتباه است. وزیر خارجه بریتانیا رویکرد بایدن را تایید کرده. کشورهای دیگری هم به صف منتقدان تل‌آویو و متحدانش پیوستند. از طرف دیگر، رسانه‌های فلسطینی از کشته شدن 3 تن از پسران اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در حمله هوایی اسرائیل به غزه خبر دادند. هنیه هم گفته کشته شدن پسرانش برخواسته های حماس در مذاکرات برای توافق تأثیری نمیگذاره. از طرف دیگه، در دادگاه بین المللی لاهه، پرونده علیه آلمان به اتهام مشارکت در نسل‌کشی در غزه از طریق ارسال تسلیحات به اسرائیل در جریانه. شهره جولانی از آخرین تحولات جنگ میگه. انتقاد بی سابقه یک حامی قدیمی از متحدی همیشگی. تندترین لحن انتقادی آمریکا نسبت به اسرائیل از 6 ماهی که از جنگ غزه می‌گذرد. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کار نخست وزیر اسرائیل اشتباه است. به نظر من کار او اشتباه است و من با رویکرد او موافق نیستم. چیزی که من می‌خواهم این است که اسرائیلی‌ها خواستار آتش بس شوند و اجازه دهند برای 6 تا 8 هفته دسترسی کامل به غذا و دارو برقرار شود. من با همه از سعودی‌ها گرفته تا اردنی‌ها و مصری‌ها صحبت کردم. آنها آماده‌اند تا کمک‌های غذایی را به غزه منتقل کنند. هیچ بهانه‌ای برای تأمین نکردن نیازهای پزشکی و غذایی این مردم وجود ندارد و باید همین حالا انجام شود.
شماری از سیاستمداران حتی در آمریکا میگویند انتقاد رئیس جمهور این کشور تنها به رویکرد اسرائیل محدود شده و این فشارها بر تل آویو تأثیری ندارد، اگرچه چرخشی روشن در 6 ماهی است که از حمله اسرائیل به غزه گذشته. برای سران بسیاری از کشورها دیگر نادیده گرفتن وضعیت غزه غیر ممکن شده و به صف منتقدان میپیوندند. بیش از 33,000 کشته در غزه، در حالی که روزانه 1,000,000 غیر نظامی بیگناه گرسنه‌اند. هر روز 10 کودک با جراحی بدون بیهوشی دست یا پاش رو از دست میده. پاسخ نامتناسب دولت اسرائیل به حمله تروریستی حماس نقض قوانین بشردوستانه است و خاورمیانه در نتیجه کل دنیا رو بی‌ثبات می‌کنه. تأثیر این فشارها بر اسرائیل معلوم نیست. این کشور میگوید تا رسیدن به هدفش که نابودی حماس و آزادی گروگان‌هاست به جنگ ادامه می‌دهد و آماده حمله به رفح، جنوبی‌ترین نقطه در نوار غزه است. تنها شهری که نیروهای زمینی اسرائیل به آن وارد نشدند و در 6 ماه گذشته ساکنان شهرهای مختلف به آنجا رانده شدند. اما آمریکا در مورد حمله اسرائیل به رفح هشدار جدی داده و بر هماهنگی مقامات نظامی و سیاسی دو کشور در این مورد تاکید می‌کند. تا جایی که مطلع هستم جلسه شورای امنیت ملی در روزهای آینده تشکیل میشه. تاکید میکنم که ارتباط و گفتگوی روزانه بین دو کشور برقراره، اما در مورد این موضوع گفتگو رو در رو خواهد بود و قراره طی 1-2 هفته آینده که اعضای دولت اسرائیل به اینجا میان انجام بشه. اینجا در دادگاه لاهه حامیان اسرائیل هم به چالش کشیده شدن. چالشی حقوقی. آلمان متهم شده به مشارکت در نسل‌کشی به دلیل ارسال تسلیحات به اسرائیل. شکایتی که نیکاراگوئه به قضات دادگاه ارائه داده. در شکایتی که علیه آلمان از طرف نیکاراگوئه مطرح شده به 3 مورد اشاره گردیده که در مورد اول در رابطه با نسل‌کشی اسرائیل در غزه است و مورد دوم در رابطه با نقض تعهداتش نسبت به کنوانسیون نسل‌کشی و همچنین نقض تعهداتش نسبت به قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استناد می‌کند. پس از آمریکا، آلمان که دومین صادرکننده سلاح به اسرائیل است، از حمله اسرائیل به غزه به طور کامل دفاع کرد. نماینده حقوقی این کشور در اینجا به تاریخ صدور تسلیحات اشاره می‌کند. اگر به آنچه که از اکتبر 2023 در چارچوب مجوز صادرات به اسرائیل داده شده نگاه کنیم، می‌بینیم که تسلیحات توپخانه یا مهماتی در آن وجود ندارد. تقریبا همه صادرات شامل تجهیزات نظامی دیگری است که ماهیت دفاعی یا ثانویه دارند. شماری از کشورها هم به ارسال کمک‌ها از راه هوایی به غزه متوسل شدند. این کمک‌های اندونزی است که برای مردم به زمین ریخته می‌شود. همزمان با عید فطر، مهمترین عید مسلمانان، روی زمین در خان یونس و نقاط دیگر آوارگان با سونامی آوار و خرابی روبرو شدند. و عده این روز را در گورستان‌هایی می‌گذرانند که در پهنای غزه گسترده شده. من می‌گویند این عید تنها یادآور رنج است. شهره جولانی، لندن. شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ماست. مدرس، خوش آمدید. انتقادات از اسرائیل هر روز داره بیشتر میشه. بایدن با تندترین لحن از مدیریت جنگ غزه انتقاد کرده، روی کرده نتانیاهو رو اشتباه خونده. در داخل هم اعتراضات به نتانیاهو در جریانه. نتانیاهو تا کجا میتونه به این روند ادامه بده؟ اون خط قرمزی که نتانیاهو رو کنار بذاره کجاست؟ اصلا وجود داره؟ وقتتون بخیر خانم هان. ما در علوم سیاسی یک رشته و یک شاخه‌ای رو داریم تحت عنوان حقوق انسان دوستانه بین الملل، International Humanitarian Law. وقتی که راجع به این بحث صحبت میکنیم به این منظور هست که در یک جنگ غیر نظامیان باید محافظت بشن و یک بحث دیگری رو پیش میاره تحت عنوان Proportionate Response یا پاسخ متناسب و پاسخ درخور. رویه‌ای که اسرائیل از ابتدای این جنگ پیش گرفت بر اساس این قوانین نبود. اسرائیل اومد یک رئال پلیتیک یا یک واقع‌گرایی سیاسی رو دنبال کرد که گفتش که ما امکان یک زندگی مسالمت‌آمیز در کنار حماس رو نداریم، پس باید حماس رو نابود کنیم. اما اون چی که امروز شاهد اون هستیم این هستش که یک آمار بسیار بالایی داره اعلام میشه از تلفات غیر نظامی.
ما برای اینکه اینو بی‌طرفانه بخوایم قضاوت کنیم باید ببینیم نهادی که داره این آمار رو الان ارائه میده وزارت بهداشت غزه هستش. وزارت بهداشت غزه همون ارگان و نهادی هست که پیش از این مرگش گفتش که موشک‌های جهاد اسلامی که بر بیمارستان الاهلی افتاد و چیزی در حدود 500 نفر رو در بیمارستان از بین برد کار اسرائیل بود و بعد ثابت شد که این کار اسرائیل نبود. به خاطر همین اول باید کمی در این آمار شک داشت که تا چه حد میتونن درست باشن، اما به هر ترتیب آمار تلفات غیر نظامی بالا بوده و هست. این نکته رو نباید فراموش کنیم. دلیل بالا رفتن این آمار این هست که حماس داره از افراد استفاده میکنه به عنوان سپر انسانی. این نکته رو نباید فراموش کنیم که آغاز کننده این جنگ گروه تروریستی حماس بود در حمله‌ای که داشت. در پاسخ به این مسئله آقای نتانیاهو تا جایی میتونه فشار بیاره و تا جایی میتونه پیش بره که اسرائیل در نهادهای بین‌المللی به سه نکته متهم نشه. یک، نسل کشی هستش. نکته دومی که مطرح میشه آپارتاید هستش. و نکته سومی که مطرح میشه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت هست. مادامی که ورود اسرائیل به رفح این اتفاق رو رقم نزنه، آقای نتانیاهو پیش خواهد رفت. فقط در این صورت هست که فشارهای بین المللی میتونه به حدی گسترده شه که آقای نتانیاهو از خیر اون منفعت سیاسی که میتونه در ماندگاری خودش به دست بیاره از سر این قضیه بگذره. شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم، ممنونم. اما در بروکسل جاسوسان همه جا هستند. این رو پال ون تیکچلت وزیر دادگستری بلژیک گفته و هشدار داده پرونده هایی مثل قطر گیت و چاینا گیت تنها نوک کوه یخ جاسوسی در پایتخت بلژیکه. بروکسل نه تنها میزبان نهادهای اتحادیه اروپا و ناتو است، بلکه حدود 100 سازمان بین المللی دیگه و حدوداً 300 نمایندگی دیپلماتیک خارجی هم در این شهر وجود داره. حالا اما نگرانی ها از افزایش نفوذ سازمان اطلاعاتی در این شهر در آستانه انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا بیشتر هم شده. بلژیک تعداد نیروهای امنیتی دولتیش رو دو برابر کرده و مبارزه با جاسوسی رو حتی بالاتر از مبارزه با تروریسم به عنوان اولویت امنیتی خودش تعیین کرده. مصدق پارسا در این گزارش به نگرانی‌ها از نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی روسیه و چین در اروپا پرداخته. با هم ببینیم. بروکسل پایتخت و مقر اتحادیه اروپا است. شهر نچندان بزرگ که میزبان نزدیک به 100 نهاد بین‌المللی و حدود 300 نمایندگی دیپلماتیک است و البته مقر ناتو. برای کسانی که اینجا زندگی می‌کنند، بسته بودن برخی خیابان‌ها در روز برگزاری نشست‌های مهم تصویری آشناست. اما آنچه دیدنش دشوار است، نفوذ گسترده شبکه‌های جاسوسی است. در آخرین مورد گواهی حضور نیروهای اطلاعاتی روسیه در مقر ناتو در گفتگوی دبیر کل این سازمان با روزنامه بیلد آلمان. ما پرسنل روس رو از مقر ناتو اخراج کردیم. در حقیقت ما دریافتیم که آنان به جای فعالیت‌های دیپلماتیک کار استخباراتی می‌کردند. ما تدابیری می‌گیریم تا فعالیت غیرقانونی برای سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در میان اعضای ناتو رو سخت‌تر بسازیم. تنها پیمان اتلانتیک شمالی نیست که به این دام افتاده. نفوذ اطلاعاتی کشورهای مختلف زنگ خطری است که در میان دیگر نهادهای اروپایی نیز به صدا درآمده. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی قانونگذاران اروپایی را نیز هدف گرفتند. دولت جمهوری چک مدعی شد که پیتر بایسترون نماینده حزب راستگرای بدیل برای آلمان در پارلمان کشور با دریافت پول از روسیه و پخش تبلیغات کرملین در اروپا مشغول است. مقامات دیگر اروپایی اما حتی نفوذ روسیه به پارلمان اروپا را تایید کردند. به عنوان مثال مشخص شده است که روسیه به نمایندگان پارلمان اروپا مراجعه کرده، در عین حال به آنها پول داده است تا تبلیغات روسیه را در اینجا ترویج دهند. تنها اما خبر از نفوذ روسیه نیست. از پرداخت‌های قطر و مراکش به نمایندگان اروپایی گرفته تا ارتباط سایبری جاسوسان چینی با نمایندگان پارلمان اروپا و حتی گم شدن مدارک اساس از مقر پلیس اروپا یا یوروپول در لاهه آلند که هنوز کسی نمی‌داند کار کیست. اما به یاد همه آورده که در دل اروپا دیوارها موش دارند، موشها گوش. مصدق پارسا.
اما یک روز غم انگیز برای جهان فیزیک. پیتر هیگز، فیزیکدان اسکاتلندی، تبار که نظریه او منجر به کشف ذره خدا شد، در سن 94 سالگی درگذشت. هیگز یکی از انگشت شمار فیزیکدانانی بود که تا در قید حیات بود نظریه‌اش اثبات شد. حالا ذره بنیادین حیات به نام ذره هیگز یا ذره خدا نام گرفته. ذره بنیادینی که به توضیح چگونگی شکل‌گیری ماده بعد از مهبانگ یا بیگ بنگ کمک کرد. همایون خیری نگاهی کرده به زندگی و نظریه پیتر هیگز. با هم ببینیم. این لحظه ایست که وجود ذره هیگز یا ذره خدا توسط پژوهشگران در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای یا سرن تایید شد. در حضور پیتر هیگز، فیزیکدان اسکاتلندی که ذره هیگز به اسم او نامگذاری شده. هیگز در سن 94 سالگی درگذشت. گرچه یکی از معدود فیزیکدانانی بود که نظریه‌اش تا وقتی زنده بود تایید شد. مایلم به تمام کسانی که در این موفقیت بزرگ سهیم بودند تبریک بگم. برای من با ارزش ترین چیز اینه که در زمان زنده بودنم اتفاق افتاده. هیگز 14 سال پیش از مرگ برنده جایزه نوبل فیزیک شد، همراه با فرانسوا انگلر، فیزیکدان بلژیکی. نظریه ای که هیگز را شایسته دریافت جایزه نوبل کرد به بنیانهای تشکیل عالم اشاره می کرد. اینکه ماده در عالم چگونه به وجود آمده. بنابر نظریه هیگز، عالم از ذره‌ای به نام بوزون تشکیل شده. با آنچه به نام جرم در عالم می شناسیم، محصول قدرت واکنش بوزون هاست. به نظر هیگز، بوزون ها آجرهایی هستند که با کنار هم نشستنشان عالم ساخته شده. 48 سال پس از نظریه هیگز، پژوهشگران توانستند وجود این ذره را اثبات کنند. خب این تایید کاری بود که من 48 سال پیش انجام داده بودم. کار من طرح یک نظریه بود، اینکه آیا فقط یک نوع بوزون وجود داره یا چندین نوع بوزون اهمیتی نداره. اون چیزی که مهمه اینه که به پایان دوره‌ای از فیزیک رسیدیم که همه فقط به وجود مدل استاندارد باور داشتن. حالا با نظریه جدید میتونیم فهم بهتری از کیهان شناسی، ماده تاریک و از این قبیل چیزها پیدا کنیم. کشف ذره هیگز یا ذره خدا در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای به فیزیکدانان امکان داد تا ذره تشکیل دهنده عالم را به چشم ببینند. بحث درباره جهان‌های موازی هم پس از کشف ذره هیگز جان تازه‌ای گرفت. پیتر هیگز خدا ناباور بود و به همین دلیل با نامگذاری ذره هیگز به نام ذره خدا مخالفت داشت. همایون خیری، لندن. وریا امیری، پژوهشگر فیزیک و فلسفه از لندن با ماست. آقای امیری، خیلی خوش آمدید. میراث هیگز برای فیزیک چه بود و چقدر کشف هیگز در واقع ما رو به کشف مبدع هستی نزدیک کرد؟ سلام و درود خدمت شما. ببینید، این هیگز ذره‌ای بود که مدت‌ها بود که فیزیکدان‌ها به این فکر بودن که آقا باید چیزی باشد که مسئول دادن جرم به ذرات دیگه است. چون توی گزارش یک اشتباه کوچکی بود، دوستان گفتن که هیگز بوزون جهان رو تشکیل میده. خیر، بوزون‌ها یکی از دو تا مدل پارتیکل‌ها یا ذرات بنیادی هستن. ما دو تا داریم، یکی فرمیون‌ها و یکی بوزون‌ها. بوزون‌ها اونهایی هستن که نیروها رو با خود حمل میکنند یا در حقیقت فورس کریر هستند. و مثلا فوتون نیروی مسئول نیروی الکترومغناطیس هست. خب حالا اگر ما اینطوری بهش فکر بکنیم، ما میخواستیم ببینیم آقا جرم از کجا میاد. و ایده این بود که یک ذراتی باید باشن، به صورت تئوریتیکال باید وجود داشته باشن، که آقای هیگز پیش بینیش کرده بود که این ذرات در حقیقت میدانی به نام میدان هیگز باید باشه که ارتعاش این میدان یا برانگیختگی این میدان باعث ظهور یک ذراتی میشه که اونها به اون ذرات میگیم بوزون هیگز. که چند مدل بوزون داریم، دو مدل بوزون اصلی داریم، یکیش بوزون همین بوزون هیگز یک مدلشه. و این بوزون ها در حقیقت باعث میشن که ذرات دیگری که جهان رو تشکیل میدن اینها جرم داشته باشن. حالا بعضی از این ذرات از تو این میدان رد میشن، هیچ جرمی ندارن چون میدان رو برانگیخته نمیکنن، مثل فوتون ها. بعضی از این ذرات مثل الکترون
نورون ها مثل اتم هایی که از کوارک ها تشکیل شدن از این میدان رد میشن و باعث برانگیختگی این میدان هیگز میشن و دارای جرم میشن. در حقیقت این میدان هیگز که در طول کل یونیورس ما پراکنده شده باعث میشه که ذرات در جهان ما جرم داشته باشن. این در حقیقت حاصل اصلی این تحقیقی است که نوبل سال 2013 رو هم به همین دلیل به خاطر همین کشف به جناب هیگز و آقای انگلت دادن برای همین کشف. امینی گویا بحث درباره جهان‌های موازی هم بعد از کشف ذره هیگز جان تازه‌ای گرفته. چقدر ایده جهان‌های موازی با این کشف مرتبطه و چقدر این ایده توجیه پذیره؟ خواهش میکنم. ببینید یک مقاله نوشتند دو نفر دوتا فیزیکدان که گفتن آقا ما برای اینکه مشکل بروکن سیمتری رو حل بکنیم مسئله بیشتر از اینکه جهان موازی باشه مولتیورس هست. مولتیورس یعنی بعضی از جاهای در بعضی از قسمت‌های از یونیورس ما قوانین میتونن مختلف باشن و حالا صحبت بر سر این بوده که چون ذرات هیگز میتونن در جاهای مختلف یونیورس به طور مختلفی پراکنده شده باشن بخشهایی از یونیورس ما هست که این قوانین رو نداره. حالا اگر این گونه بهش نگاه بکنیم اون موقع ما با جهانهای مختلف طرفیم. جهانهای موازی اگر منظورمون many worlds هست این منظور اینجاست، اینجا منظور مولتیورس هست، یعنی دو تا تئوری مختلفه. و در گزارش اومده بود که هیگز خدا ناباور بوده و با گذاشتن نام خدا یا گاد پارتیکل روی این کشف مخالف بوده، اما چرا هنوز این نام رو داره این کشف هیگز؟ راستش متاسفانه یک فیزیکدانی که دوست آقای هیگز هم بود و مدت ها بود میگفت آقا این ذره که باید پیدا کنیم، بهش گفتن گاد دم پارتیکل، یعنی ذره لعنتی که باید پیدا بشه، اسم گاد پارتیکل روش گذاشتن که آدم ها بهش توجه بکنن و آدم ها بدونن ذره مهمی است. متاسفانه این اسم روش بود. هر دوی اونها هم لزمن هم آقای هیگز هر دو خدا ناباور هستن، ولی خب متاسفانه این اسم برجا موند و بخشی از مارکتینگ این داستان شده متاسفانه. و آقای امیری حدودا 30 ثانیه وقت داریم، چقدر این کشف مهمه برای کشفیات دیگه فیزیک؟ خیلی خیلی مهمه، چون داریم مدل استاندارد فیزیک رو داریم به گونه ای تعریف میکنیم که ببینیم آیا یک جای خالی برای بوزون هیگز که بوده، آیا این بوزونی که کشف کردیم اون جای خالی رو پر میکنه و اگر پر بکنه تاییدی است برای مدل استاندارد فیزیک ذرات. اگر هم تایید نکنه و مدل های دیگر رو تایید بکنه در حقیقت باز به کشف ما کمک میکنه و به حرکت علم به سمت جلو کمک میکنه و یک یعنی در حقیقت یک توضیح خیلی خوب هست برای اینکه جرم از کجا میاد. در حقیقت بریا امیری پژوهشگر فیزیک و فلسفه از لندن، ممنونم که در این زمان کوتاه بحث پیچیده رو با ما به اشتراک گذاشتید. از همراهی شما ممنونم. یک هفته در خدمتتون نخواهم بود تا شنبه و یه امروز دیگه با جای همکار خوبم سیما قیاسی. شب و روزتون خوش.